در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه هدایت و معنویت، گرد همایی سالانه مبلغان و طلاب علوم دینی شیعه در محضر مبارک حضرت آیت الله شیرازی مدظله العالی در شهر علم و فقاهت قوم و در بیت معظم الله برگزار شد. در این همایش سالانه که جمعی کثیر از مبلغان دینی از شهرهای قوم، اسفهان، کاشان، تهران، مشهد و برخی مناطق دیگر حضور داشتند حضرت آیت الله شیرازی سخنانی ایراد فرمودند معظم الله با توجه به فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره بهترین عمل در ماه رمضان که الورع عن المحارم الله معرفی شده فرمودند ورع یعنی بردباری و خیشتنداری از گناهان ورع دو بعد دارد بعد اول آن خودسازی است که انسان باید در هر مرتبه و جایگاهی که رسیده باشد باز هم نفس خیش را رشد و تعالی دهد بود دوم آن تبلیغ دین خداست که از قرآن و اهل بیت علیه ما سلام فراهم شده است این بود یعنی تبلیغ دین خدا هرچند در اصل واجب کفایی است اما امروزه عینی و فراگیر است بنابراین همگی باید در احیای این دو امر بکوشند آیت الله شیرازی در ادامه ضمن دعوت از همگان به خصوص جوانان برای خواندن دعای صبح درباره همسویی شیطان و نفس اماره و ضرورت مهار کردن آنها و نقش اولیای الهی و عقل سالم در مهار کردن آن دو توضیح دادند و با بیان نمونه‌هایی از تاریخ حیات اصحاب ائمه علیهم السلام فرمودند با مراجعه به تاریخ به انسانهایی برمیخوریم که در پیکار با نفس و شیطان استقامت ورزیدند و سعادت ابدی خود را تضمین کردهاند مانند ابن ابی عمر که توصیه میکنم حتما تاریخ زندگی او را مطالعه کنید در مقابل نیز افرادی وجود داشتند که با غفلت از نفس و شیطان گرفتار شقاوت ابدی شدند مانند علی ابن حمزه بطائنی که به فرموده امام معصوم علیه السلام تا ابد قبرش آکنده از آتش است علی ابن حمزه عالم دین بود اما گمراه شد بنابراین عالم دین هم از گزند نفس سرکش و شیطان فریبکار ایمن نیست و بهترین زمان برای مبارزه با آن ماه مبارک رمضان است. معظم الله در ادامه سخنان خود به فرازهایی از حقانیت حق حضرت امیر و علی علیه السلام پرداختند و بیان داشتند با اینکه امیر مؤمنان در دوره کوتاه چهار سال و اندی که فرمان روایی حکومت گسترده اسلامی را عهدهدار بودند و فرقه ها و مخالفان بسیاری در برابر ایشان سر برفراشتند و به اشکال مختلف کارشکنی کردند اما در طول تاریخ حکومت داری ایشان حتی یک نفر پناهنده سیاسی به کشورهای دیگر گزارش نشده است. مرجالی قدر همچنین جلوه دیگر از عدالت جهان شمول حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را آشکار کردند و اقتصاد شکوفای روزگار ایشان را یکی دیگر از افتخارات درخشان تاریخ اسلام برشمردند و فرمودند در حکومت وسیع اسلامی امیر مؤمنان علی علیه السلام هرگز کسی بر اثر قحطی و گرسنگی از دنیا نرفت امریک امروزه متاسفانه با وجود وسایل ارتباطی پیشرفته و رونق چشمگیر اقتصادی جهان باز در گوشه و کنار دنیا دیده می شود. حضرت آیت الله شیرازی دامزله در پایان سخنان خود تبلیغ امیرالمؤمنین علیه السلام را در ماه مبارک رمضان ضروری تر دانستند و با بررسی شرایط نامساعد اعتقادی که در همه جای جهان سایه افکنده است تبلیغ معارف اهل بیت علیهم السلام که در لابلای کتاب ما نهفته است را واجب عینی خواندند و فرمودند تبلیغ دین واجب کفایی است ولی امروزه به دلیل مفاسد گسترده که حتی کشورهای بظاهر ظاهر اسلامی نیز فرا گرفته است منفی هل کفایه وجود ندارد یعنی کسانی که متصدی تبلیغ دین شده اند یا تعدادشان کمتر از حد کفایت است و یا در کار خود چندان موفق نبودند اگر منفی هل کفایه می بود مفاسد اخلاقی و اعتقادی به این گستردگی در کشورهای اسلامی رواج نمی برخی از این کشورها بر پرچمهای خود کلمه لا اله الا الله را درج کردند اما نوزادی خرد سر را به سبب آنکه پدر و مادرش همکیش و هم باور با آنها نیستند میکشند معظم الله تشویق و ترغیب به تلاش برای معرفی تاریخ و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امیر و علی علیه السلام را ذخیره قبر و کوتاهی در آن را مستحق اطاب و اقاب الهی دانستند و سعی و دعا را دو راه کار موفق برای سعادت اخروی انسان برشمردند ایشان در پایان توفیق افزون مؤمنان را از خدای متعال خواستار شدند و ماه رمضانی پربار برای همگان آرزو کردند وظیفه همه این واجب عینی دیگه ای واجب کفایی نیست این تبلیغ نیست که اگر من فیل کفایه باشه از کسای دیگه ساقط وجود نه تحصیل ورع تحصیل عدالت نسبت به واجبات و محرمات انسان جور مقدمات وجود را ترتیب بده که به نتیجه گناه نکنه به نتیجه واجب و ترک نکنه